در اوایل انقلاب 57، تیتر یک روزنامه‌های ایران حکایت از محله‌ای داشت که سنگ بنای اون در دوره قاجار گذاشته شده بود. همون محله قجری سابق که در دوره پهلوی به شهر نو تبدیل میشه تا کانون روسپیگری ایران باشه. جنایات افشا شده توسط دختران فریب خورده، آتش زدن محله بدنام تهران، فردای زنان قلعه را دریابید. پری بلند و سریا ترکه از رئیسان شهر نو اعدام شدند. قلعه بازار اسلامی می شود. اینا همگی از جمله تیترهای مهم و دردآوری بودند که در صحنه فرهنگی و سیاسی ایران به یادگار باقی موندند. حالا سوال اینه که خانه این افراد در آتش قهر چه کسانی سوخت؟ زنان و دختران آواره به کجا پناه بردن و سرنوشت تلخ اونها چی شد؟ سلام، به کانال موجیشو خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو به سراغ محله روسپی های شهر تهران که یکی از جنجالی ترین محله های تهران بود رفتیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. داستان اتفاقی که برای شهر نوی تهران در دل تاریخ نشانده شد به اواخر دوره قاجار وصل میشه. زمانی که محمد علی شاه دستور داد محله‌ای برای اسکان خانواده شاه ساخته بشه. این محله ابتدا به نام محله قجرها نامگذاری شد و در حومه شهر تهران قرار گرفته بود. اما در دوران احمدشاه قاجار، قلعه قجرها به جهت احداث دروازه قزوین به دروازه معروف میشه. دروازه‌ای که به تدریج به مکانی برای خلافکاران تبدیل شد. با فروپاشی سلسله قاجاری و آمدن رضا شاه پهلوی، زنان حرمسرا از دربار شاه اخراج میشن. زنان و دختران آواره شده هر کدومشون سرنوشت جدایی پیدا میکنن. زنان ثروتمند دربار با شاهزادگان قاجاری یا افراد سرمایه‌دار ازدواج میکردن و عده‌ای از اونها به خاطر فقر و بیماری جانشون رو از دست دادن. باقی زنان و دختران بی خانمان هم چاره‌ای جز پناه بردن به دروازه قزوین نداشتن. همون محله‌ای که پیش از این جایی برای شیرکش‌ها و قماربازان شهر بود و حالا میتونست محل روسپیگران هم باشه. رضا شاه پهلوی با هدف کنترل تنفروشی در ایران این محله نیمه ویران رو بازسازی کرد. به شهربانی و نظمیه هم دستور داد زنان روسپی رو از تهران خارج کنن و در این محل اسکان بدن. در اوایل حکومت شاه جدید، فردی معروف به زال محمد با آوردن زنانی از جاهای مختلف عملاً این محله رو به کانون روسپیگری تهران تبدیل میکنه. شخصی به نام ارباب جمشید هم از بازرگانان و ثروتمندان زرتشتی با هزینه شخصی خودش ده‌ها خانه برای زنان بی سرپرست ساخت و برای تأمین مخارج اونها هم چند باب مغازه احداث کرد. به خاطر اقدام ارباب جمشید، محله نام جدیدی پیدا میکنه و رسماً به عنوان محله جمشید نامگذاری میشه. در ادامه با احداث خانه‌های بیشتر و آسفالت دو خیابان جدید، محله قجری سابق تهران رو دیگه با نام شهر نو میشناختن. شهر نوی که داستان‌های برخواسته از اون هرگز قدیمی نمیشه. در دوران جنگ جهانی دوم، زمانی که نیروهای متفقین به تهران اومدن، شهر نو پاتوقی شد برای سربازان و افسران انگلیسی، آمریکایی و هندی. حضوری که برای ساکنان محله و مردم تهران خوشایند نبود، چرا که نمیتونستن شاهد عیاشی اونها در میهن خودشون باشن. در طی درگیری‌هایی که صورت گرفت، چند سرباز خارجی کشته شدن و این اتفاق بهونه‌ای شد که متفقین تعدادی از خانه‌های روسپیگران رو با تانک خراب کنن و عده‌ای از سردسته‌های شهر نو رو در این محل اعدام کردن. با ادامه جنگ جهانی، کوچه ای به نام کوچه لهستانی ها در انتهای خیابان دوم شهر نو شکل گرفت. این کوچه محل اقامت لهستانی های آواره ای بود که از اردوگاه های روسیه به ایران منتقل شدند که در فهرست زنان فاحشه شهر نو قرار بگیرند. از ساکنان این محله زنانی هم بودند که به نان و نوایی رسیده باشند. سکینه قاسمی، مشهور به پری بلنده، یکی از خانم رئیس های قلعه شهر نو بود. زنی لاغر و سبزرو که با اتومبیل شفرولت سفید خودش هر روز صبح به شهر نو می اومد و شبها به خانه بزرگش برمی گشت.
وی حتی با مقامات بالای کشورم صمیمی شده بود و با اونها رفت و آمد می‌کرد. پریبلنده برای مهمانان خارجی که به دعوت رسمی شاه یا نخست وزیر به ایران می‌آمدند، برنامه‌های فساد می‌چید و از زنان و دختران را به میهمانی‌های شبانه می‌فرستاد. و در برابر چنین خدماتی، سردسته‌های شهر نو حمایت مسئولین بلندپایه کشور را داشتند و می‌تونستن آزادانه به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. فعالیت‌هایی که حتی تا صحنه سیاسی ایران و کودتای 28 مرداد هم ادامه پیدا می‌کرد. علاوه بر سکینه قاسمی، پریسیا هم از زنان سرشناس محله شهر نو بود که با پریبلنده رقابت می‌کرد. پریسیا مالک 6 خانه بزرگ بود که همگی در ارتباط با فحشا اداره می‌شدند. منیژه کچل هم دیگر سردسته قلعه با معرفی خودش به عنوان فامیل فرح دیبا تونست در دستگاه‌های دولتی نفوذ کنه. اشرف چارچشم، سریا ترکه، مژگان سوخته و سیمین بیم همگی از جمله زنان معروف شهر نو بودند که بعدها توسط حکومت اسلامی زندانی و اعدام شدند. دختران و زنانی که به خاطر فقر یا با دامهای مختلف به شهر نو می اومدن، حداکثر پس از 2 سال فرسوده می شدن. ارائه خدمات جنسی از ساعت اولیه صبح تا نیمه شب زنان 20 ساله رو به سمت پیری زودرس می برد. زنانی که دیگر قادر به جذب مشتری نبودن، توسط سردسته های محله شهر نو با افراد جوانتر جایگزین می شدن و دیگه سرنوشت اونها برای کسی مهم نبود. این زنان پس از رانده شدن از محله اصلی روسپیگری به کوچه پس کوچه های انتهای خیابان دوم شهر نو پناه می بردن. در جایی که از شدت مشکلات روحی روانی به مواد مخدر رو می آوردن و اکثراً آلوده به بیماری های مقاربتی می شدن. کاوه گلستان، عکاس و هنرمند شناخته شده ایرانی، به بهانه گرفتن عکس های پرسونلی موفق شد که از این قلعه تاریخی عکاسی کنه. مجموعه روسپی اثر درخشان اوست که تونست بخش مهم و پوشیده تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران رو عیان کنه. گویاتر از این تصاویر در وصف اندوه بیپایان زنان شهر نو چه میشه گفت؟ قصه های دردناک و مصیبت بار قلعه شهر نو به اتاقهای سیاه ختم نمیشه. در 9 بهمن 1357، 3 روز قبل از اومدن امام به ایران، عده‌ای محل کار و زندگی روسپیان تهران رو به آتش میکشن. چند تن از زنان تن فروش هم کشته و تعدادی مجروح میشن. در بخشی از یادداشت‌های روزنامه اطلاعات نوشته شده ساکنان محله غم دیشب گرسنه و لرزان از سرما بر سرنوشت تلخ خود گریستند. گریه آنها بدینسان نبود که سرپناه گناه آلودشان نابود شده است. آنان به خط سیر زندگی تباه شدهشان اشک ریختند. آیت الله طالقانی از شخصیت‌های مشهور انقلاب 57 با شنیدن این ماجرای تکان دهنده آتش زدن شهر نو را محکوم کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، بودن محله‌ای تحت عنوان محله روسپیگری خیلی از انقلابیون را آزار می‌داد. با محکوم کردن سوزاندن شهر نو توسط آیت الله طالقانی، خانم رئیس‌ها خیال می‌کردند می‌تونن آزادانه به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. اما در مرداد ماه 58 و آغاز ماه مبارک رمضان، از سوی کمیته مرکزی انقلاب شهر نو برای همیشه تعطیل شد. و در جریان حمله پاسداران انقلاب به قلعه خاموش، سردمداران خانه‌های فحشا به حکم آیت الله خلخالی دستگیر شدند. پریبلنده و همکاران او به جرم خرید و فروش دختران خردسال و دایر کردن مراکز فحشا و عشرت مفسد فل ارض شناخته شدند و در لیست اعدامی ها قرار گرفتند. طبق آمارگیری های کمیته جنوب، حدود 2400 زن در محله شهر نو تهران مشغول به کار بودند. علاوه بر زنان محله شهر نو، 9000 مرد هم درآمدشون از این محله تامین میشد. آیا با تخریب محله روسپی تهران کسی به فکر سرنوشت نفرین شده این افراد بود؟ عده‌ای از ساکنین محله غم به عقد مردان در آمدند. برخی به سر کار رفتن، تعدادی از اونها زندانی شدن و جمعیت زیادی باز هم آواره و بی خانمان شدن. پارک رازی تهران همون پارکیه که بر خرابه های محله شهر نو سبز شد.
محله‌ای که روایت قصه های دردآورش تا ابد بر دل سنگ تاریخ باقی میمونه و ادعاهاش برای حمایت از زنان این سرزمین چیزی جز روسیاهی نداره. خب دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.